ارائه این محصولات به مشتریان را آزمایش و بررسی بکنم این چیزی نیست که ما بهش باور داشته باشیم ولی خوب کاری کردن که ما قبولش کنیم این داستان با پروفسور آرنولد بکت شروع میشه او رئیس سابق شرکت ویتا این شرکت که در سال 1971 تأسیس شده بزرگترین شرکت تولید کننده قرص ویتامین در بریتانیا است و گردش سالانه اون بیش از 300 میلیون پونده این شرکت بیشتر از 20 نوع مختلف محصول داره که برای زنان، مردان و زنان باردار مناسبه. ویتا بیوتیکس در تارنمای اینترنتی خودش میگه که احساس غرور میکنه که دانشمندان مشهوری نظیر پروفسور آرنولد بکت 18 سال ریاست اون رو عهده داشته و مدیر بوده. قبل از اینکه ایشون ریاست ویتا بیوتیکس رو به عهده بگیره، پروفسور بکت در خصوص اینکه به مشتریان چه باید گفت و چه نباید گفت، بحث‌های بسیار زیادی انجام داد. این امر در ماجرای داروی تندم آیکیو آشکار شد این یک مولتی ویتامین فراموش شده برای کودکان که شرکتی به نام لارک هال اون در دهه 90 به بازار عرضه کرد در مستندی نشون داده میشد که مولتی ویتامین به بهبود عملکرد ها در مدرسه کمک میکنه. در برخی موارد هم ظاهرا همینطور بود. یافته های ما واقعا وحشتناکن و میتونن درس خوبی برای تمام والدین معلمان و تمام جامعه باشن. در خصوص این مولتی ویتامین ها ادعاهای زیادی مطرح شده بود و این باعث شد این دارو مثل کیک داغ به فروش برسه. مدتی بعد یک برنامه مستند دیگر در خصوص ادعاهای مطرح شده شک و تردیدهایی را مطرح کرد تعدادی از متخصصان تغذیه مطالعه را به دلیل روش نادرست اون محکوم کردن ما این بسته بندی ها رو به دفتر استانداردهای تجاری ارسال کردیم من با افراد مرتبط با داروی تندم آی کیو ملاقات کردم آنها دو نفر از عناصر اصلی سابق این سنت هستند ریتا گریر و دکتر رابرت وودوارد سلام اسم من جایلزه سلام ریتا سلام ریتا دکتر وودوار آره بله, بله سلام خیلی ممنون مشکرم بر شما دکتر وودوارد دکترای خودش رو زیر نظر پروفسور بکت دریافت کرد. اون یک داروساز مشهوره و یکی از اولین کسانی بوده که آزمایش دارویی در ورزش را انجام داد در سال 1999 وقتی استانداردهای تجاری شراب به دلیل بازاریابی محصول تندم آی علیه شرکت رابرت شکایت کرد او تصمیم گرفت از استاد قدیمیش کمک بگیره بهش گفتم تو پرونده شراب نمایندگی منو قبول می‌کنی اونم این کارو کرد و از اینکه از من حمایت می‌کرد خیلی خوشحال بود ما به این آرشیو قدیمی اومدیم تا اسناد قانونی رو ببینیم که نشون میده روش دفاع از داروی تندم آی -کیو روشی رو ایجاد کرد که حتی امروزه هم برای فروختن ویتامین ها به کار گرفته میشه. پروفسور بکت در این زمینه تخصص زیادی داشت. عجب جعبه بزرگیه خب این داروی اصلیه درست میگم؟ این بسته اصلی داروی تندم آی -کیو بود که فروخته میشد. فکر می کنم حوالی سال 1990 بود. این همون چیزیه که تمام مشکلات رو برای شما درست کرد. مشکل اصلی روی نام و بندی تند مایکیو متمرکز بود. سازمان استانداردهای تجاری ادعا می‌کرد که به مصرف کنندگان اطلاعات غلطی داده میشه و هیچ اثباتی برای اینکه ادعا کنه این دارو میتونه ضریب هوشی IQ تعداد زیادی از بچه ها افزایش بده وجود نداره. شرکت لارک هال بر اساس اتهاماتی که به اون نسبت داده شد گناهکار شناخته شدن. این چیزها برای تفسیر کردن در اختیار همه هستند. در این جابه ها اسنادی که توسط پروفسور بکت نوشته شدن وجود دارن و بر اساس اینها از روش بازاریابی تندم آی کیو دفاع کرده ابتدا مکمل های ویتامین رو به دارو شبیه دونسته پس این دادگاه استاندارت تجاری در مقابل شرکت لارکاله این گزارش توسط پروفسور آرنولد اچ بکت نوشته شده بکت در اینجا گفته که داروهای دیگه ای که ادعا می کنن می آرتروز یا ورم مفاصل رو درمان کنن هرگز اثر مطلوبی نداشتن یا حداقل اینکه برای بیشتر از 50 درصد بیماران مبتلا به آرتروز مفید نبودن به همین ترتیب مکملهای های مواد معدنی و ویتامین ها هم برای تمام کودکان مناسب نیست خب این باید بگم که خیلی این خوبه و خب در واقع در اینجا هم گفته شده که ویتامین ها برای همه مفید نیستن و جالب نیستن درسته تفکر کلی اونم همین بود و نظر منم همینه در گزارش شرکت رابرت پروفسور بکت اشاره کرد که هیچ شکایتی از هیچ کسی نسبت به این دارو ثبت نشده با این حال ما یک بار دیگه این قضیه رو ذکر میکنیم که این دارو به طور قطع برای تمام افراد جامعه مناسب و اثر گزار نخواهد بود و این خیلی جالبه پس نکته اصلی در اینجاست که در واقع مردم موقع نگاه کردن به این بندی اول باید به عقل خودشون مراجعه کنند درست میگم؟ این تفکر اصلی ریچاردز بود دادگاه اینطور بیان کرد که نوشته های روی بسته بندی این دارو باعث خواهد شد که بسیاری از افراد جمعه به این تصور کنند که این داروها میتونند در افزایش ضریب هوشی اثر گذار باشند و در نتیجه شرکت لارک هال به دلیل توصیف غلط و اشتباه در مورد مسئولاتش گناهکار شناخته شد. خب شواهدی در این جابه وجود داره که بر اساس اونا میتونیم متوجه بشیم که پروفسور بکت تصور میکرد که مردم جامعه نیاز نیست بدونن که های ویتامین برای همگان مفید و موثر واقع نمیشن خیلی متشکرم در زمان دادرسی این پرونده پروفسور بکت به مدت بیش از یک دهه یکی از مشاوران فنی شرکت ویتا بیوتیکس بود من هیچ وقت ندیدم که اون در ویتابیوتیکس تصمیمات عجیب و متفاوتی بگیره سه سال پس از این پرونده پروفسور بکت ریاست ویتابیوتیکس رو برافته گرفت خدا میبینم خدا سفر خوبی داشته باشین اون کمک کرد تا این شرکت به قولی در این صنعت مبدل بشه من هیچ وقت قبول نمی کنم باورم نمیشه که در واقع این دارو میتونه برای هر کسی جوابگو باشه مردم عام نمیدونن که ویتامین ها برای همه مفید نیستن و جالب در نمیان مردم باید اینو بدونن ویتا بیوتیکس به من گفت که برخلاف داروهای شیمیایی که برای همه مفید نیستن هر کسی میتونه یک مکمل ویتامین با کیفیت رو مصرف کنه و قطعا از مزایا و فواید اون در بلند مدت بهره میشه من میخوام بدونم که شرکت های تولید ویتامین چه چیزی رو در خصوص داروهایی که تولید میکنن به مشتریانشون بیان میکنن و چه چیزی ناگفته باقی میمونه ابتدا با روش قانونگذاری و تنظیم مکمل ها آشنا میشیم از اونجا که ویتامین ها در غذا یافت میشن مکمل های ویتامین به عنوان غذا در نظر گرفته میشن و نه دارو این یعنی اینکه شرکت های تولید کننده مکمل های ویتامین مثل شرکت های تولید کننده دارو نیاز ندارن که اثرگذاری محصول خودشون رو به اثبات برسونن اما خب این این معنیه که حوزه ادعا و دسترسی اونا محدود شده مثلا اونا نمیتونن ادعا کنن که محصولشون میتونه از بیماری جارو گیری کنه من میخوام بدونم که عبارت کمک کردن به حالت عادی دقیقا یعنی چی؟ سلام من جارزم. سلام خوشبختم من با پروفسور شان استرین در موزه آسیب شناسی دیدار کردم در این موزه تعداد بسیار زیادی از اعضای بدن مشاهده میشه شان در 2006 ریاست گروهی از دانشمندان را بر عهده داشت که ادعا می‌کردند شرکت‌های تولید کننده ویتامین عباراتی خلاف واقع رو در مورد محصولاتشون بیان می‌کنند و بعد از اون اتحادیه اروپا توضیحات و ادعاهایی که شرکت‌های تولید کننده ویتامین میتونن داشته باشن را تصریح کرد هر از این عبارت ها باید بر طبق جملات مشخص شده و قانونی استفاده بشن مثل این یکی خب اینجا برای مثال ما یکی از بسته بندی های رو داریم اینجا نوشته که آهن به توسعه شناختی بچه ها کمک شایانی میکنه درسته؟ آیا این درسته به نظر شما؟ به بچه ها کمک میکنه؟ این عبارت خیلی ساده ایه. چون در خصوص آهن و توسعه شناختی هیچ شکی وجود نداره چون اگه کودکی دچار کم بوده آهن باشه احتمالا به کم خونی دچار میشه و برای تمرکز کردن هم دچار مشکل میشه کمک کردن به حالت عادی خیلی بسیار ریز نوشته شده که ممکنه به چشم نیاد و این عبارت خیلی مهمه چون این کلمات به ما میگن که مصرف این محصول برای چه کسی مفیده کمک کردن به حالت عادی یعنی که میتونه برای شما اثر گذار باشه یا یعنی اینکه اگه از نظر سلامتی دچار مشکل شده باشین این دارو میتونه به بهبود حال شما کمک کنه و وضعیت رو به حالت بهتری در بیاره این دارو برای کودکان بین چهار تا دوازده سال ساخته شده تحقیق غذای ملی نشون داد که چهار درصد دختران و یک درصد از پسران ده ساله و تر کمتر از مقدار توسعه شده آهن دریافت میکنند کلماتی که روی این بسته نوشته شده تاکید میکنند که توسعه شناختی مهمتر از زندگی عادی کودکانه اگر کودکان به اندازه کافی آهن دریافت کرده باشن و در این زمین این مشکلی نداشته باشند، ممکن این دارو براشون هیچ سودی به همراه نداشته باشه پس برای اغلب افراد چیزی که روی این بسته نوشته شده رخ نمیده یکی دیگر از ادعاهای قانونی مطرح شده اینه که آهن میتونه به کاهش خستگی مزمن کمک کنه. اما یک بار دیگه این عبارت تمام داستان را مطرح نمیکنه این هیچ معنی نداره مگر اینکه آگاهی اختار یا پیشبینی احتیاطی روی اون وجود داشته باشه اجازه بدین یه مثال براتون بزنم آهن به کاهش خستگی و بیحالی کمک میکنه البته اگه شما دچار کمبود آهن شده باشین چون مشخصا اگر که شما دچار کمبود آهن نباشین قطعا این دارو باعث نمیشه که میزان خستگی شما کمتر بشه <تصفح> 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 میدونی بله فقط نیاز دارین که بخوابین بله درست درست درسته مانند دیگر نام های تجاری ویتا بیوتیکس از کلماتی استفاده کرده که با قوانین موجود هم هیچ تناقضی ندارند، و اونا هیچ کار اشتباهی انجام ندادن اما شرکت ها میتونن در خصوص اینکه چه کسی میتونه بیشترین فایده را از این دارو ببره توضیحات روشنتری ارائه بدن طبق قانونگذاری اتحادیه اروپا باید مطالبی نوشته بشه که به افزایش درک مصرف کننده کمک کنه البته تا وقتی که معنایی این عبارت تغییر داده نشه این یعنی اینکه شرکت ها میتونن با اضافه کردن یک اختار یا پیش بینی احتیاطی کمک بیشتری به مصرف کنندگان بکنن پس از صحبت کردن با شان من فهمیدم که هر چند شرکت های تولید ویتامین از عبارت های درست استفاده میکنن اما اضافه کردن یک اختار میتونه اغلب را از خرید چنین محصولاتی باز داره این فقط وقتی درسته که شما واقعا ویتامین یا مواد معدنی رو روی بدنتون به اندازه کافی نداشته باشین این برای اکثریت جامعه که اونو میخرن صحت به هیچ وجه نداره تا را اینجوری بهش نگاه نکرده بودم و فکر میکنم به بخش اعظمی از ما اطلاعات غلطی داده شده ویتا بیوتیکس به ما گفته که کمک کردن به حالت عادی به توانایی مواد مغذی برای بهبود عملکرد عادی و روزمره بدن انسان اشاره داره. اونا گفتن که این عبارت رو طبق قانون نوشتن و برای کمک بیشتر به خریداران که معمولا به این نوشته ها توجه نمی کنن، اونا رو به شکل درشت روی بسته بندی ننوشتن. اما نکته مهم